حجاب چنان صدفی است که زنان بهشتی را در خود حفظ می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، بازم با یک برنامه سوغات کربلا در خدمت شما هستیم. اومدیم به یکی از بازارهای نزدیکی حرم برای تهیه یک سوغات کربلا دیگه. با ما همراه باشید. آقا سلام. حالا شما خوبه؟ خوب هستیم؟ خوب هستم، برم سلامت باشید. خودتون معرفی کنید و بگین چند سالتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من جلال عبدالستار اسدی هستم، مقیم کربلا، 24 سالمه. چند ساله به این کار مشغولم؟ من از کودکی به این کار مشغول بودم، بعدش چند سالی این کار رو ترک کردم، با داداشم شراکت کردم، مهر و تسبیح میفروختم و دوباره با از این که عشق علایی داشتم به این کار دوباره برگشتم، خدا رو شکر دوباره این کار ادامه میدم. پوشش و حجاب زنان کربلا چیه؟ زنان کربلا اکثران از این ما بهش بگیم عبای اسلامی بیشتر از اینان استفاده میکنن، با عبای عربی، مخصوصا عبای عربی. خیلی ما عبای مختلفی داریم، یه سری عبای لبنانیه، یه سری عبای ایرانی و کویتی هستش. بیشتر عبایی که مردم کربلا استفاده میکنن چون تو کربلا هم زندگی میکنن عبای عراقی هستش، چون عرضش خیلی زیاده و بدن بیشتر خیلی بهتر پوشش میده، نمایی نمیکنه. بله، بیشتر از این عبا استفاده میکنن؟ بله تقریبا. اصلا چند نوع چادر عربی داریم ما؟ برای بیننده ما بگید که چند نوع چادر عربی داریم؟ یه مدل لبنانی هستش، یه مدل کویتی هستش، یه مدل الان تو بازار اومده چادرهای ایرانی بهش میگن، بهترینش همون چادر عراقی بوده که بهتون گفتم، بهش میگن عبای عراقی. چند نوع پوشیه داریم در عراق؟ پوشیه هم یه سه نوع، یه نوع اماراتیه، یه نوع هم لبنانیه، یه نوع هم ایرانیه. طوری که میدونم چه فرق میکنه با هم دیگه این پوششا؟ اماراتی که بهتون گفتم بیشتر این سعودیایی که میان اینجا میپوشن، دلایه است اون دیگه، اصلا کلا نه چش نشون میده، هیچ، کلا صورت رو میپوشونه کلا. اما لبنانی ها نه، لبنانی ها تا چشم نمایان میکنه، چشم نمایان میکنه، صورت رو آره کلا میگیره. مانتوی که در اینجا همش بلنده، چرا؟ ما چون تو کربلا زندگی میکنیم، چون تو کربلا هستیم، اکثر این زائرایی که میان واسه خرید یا اکثر خود مردم کربلایی که میان واسه خرید چون تو کربلا زندگی میکنن مانتوهای بلند میپوشن همه، واسه خاطر همون ما هم مانتوهامون هم یعنی مجبوریم که مانتوهامون همش بلند باشه، اسلامی باشه. بتونم گفتم چون تو کربلا هستیم اکثر مردمی هم که میان از شهرهای دیگه، حتی اگه مثلا بعضی از خانوم ها مانتوهای کوتاه بپوشن وقتی میان کربلا نه دیگه حجابشون رعایت میکنن، خدا رو شکر. تمام این مانتوهایی که دارین تمام این مدلایی هست که اینجاست؟ بله تقریبا. این بعضی از مدل های دیگه هم هست ما نداریم، اما اکثر این مدل هایی که داریم الان همین ها. بله میبینیم الان جلوی چشم. بله بله جلوی چشم. برای بیننده های ما بگیم که صبح که مغازتون رو باز میکنید و چشمتون به گنبد و گلدستی آقای امام حسین میخوره چه احساسی دارید؟ والا ما همیشه وقتی از خونه میام بیرون، از خیابونی که میام، خیابون علقمه بهش میگن، گنبد و گنبد آقا اولفز جلو صورتم میشه، سلام میکنم، احساس خیلی خوبی دارم، مخصوصا که تو کربلا هستم، خدا رو شکر که سعادت دارم تو کربلا زندگی میکنم، زائرها رو خدمت میکنم. یه احساس خیلی غریبی، چون همه زائرها هم میدونن خودشون وقتی میان کربلا چطوری دیگه دلشون اینجا میمونه، دوست دارن هر سری مثلا هر ماهی یه بار بیان کربلا، ماهی دو بار. خیلی هم هستن ما دیگه اینجا ساکن هستیم، خدا رو شکر. همه برای بیننده های ما بگین که خاطری هم هست که تو کار براتون پیش اومده باشه برای ما تعریف کنین. خاطرام خیلی زیادن، بذار یه خاطره بگم.
یعنی واقعا این خاطره هم خیلی بهم اثر میکنه، هر موقع یادم میاد، هم به خودم، هم به زندگیم، هم به افکاری که دارم. یه دوست دارم، یه رفیقم 4 سال الان میاد مشتریم، میاد ازم خرید میکنه. بعدن این رفیقم خانومش زیاد حجابش مثلا خوب نبود، تو تهران هم زندگی میکنم. بعد چند سری میاد کربلا، از آقا امام حسین میخواد که مثلا بچه دار بشه، بچه دار نمیشد. از آقا امام حسین میخواست که بچه دار بشه، از آقا ابوالفضل چند سری اومد رفت تو حرمش گریه زاری. یه سری بهش گفتم چرا مثلا با خود خانومت نمیای کربلا؟ خب خانومم قبول نمیکنه و از این حرفا. و قسمت میشه یه سری از سالا بیان کربلا با خانومش میان، با خانومش میان کربلا و اسناد زیارت میرن تو حرم امام حسین زیارت گریه زاری. خود خانومش مثلا تعریف میکنه که این خاطره را، میگه من از امام حسین خواستم که اگه بچه به من داد، اگه مثلا اونی که خواستم به من داد، من سعی میکنم، نه که فقط سعی میکنم، میگه من گفتم خودم میخوام واقعا اون زن مثالی بشم که واقعا اهل بیت و خدا آقا سید الشهدا بخواد. آره دیگه میرن ایران، بعدش خبرشون بعد 4 ماه 5 ماه من میشنم که بچه دار میشن و خدا رو شکر دوباره اومده بودن کربلا، اینجا گریه زاری که واقعا آقا امام حسین این طلبشون داده بود. و دیگه از همون موقع هر سریش برش میاد این کربلا، واسهش عبای عربی میخره، عبای بهش میگیم چند تا مدل داریم، بهش میگیم عبای اسلامی. دیگه با چادرهای نماز و چند تا سری چادرهای نماز مختلفی داریم دیگه، خدا رو شکر این خاطره خیلی قشنگه تو ذهنم مونده. محجبه میشه، آره، از برکت سید الشهدا. آقا جلال ممنونم ازتون، قربان شما، زنده باشی، وقتتون رو گرفتیم، انشالله که موفق باشید، خواهش میکنم، سلامت باشی، زنده باشی، انشالله، انشالله همه قربان شما، زنده باشی، سلامت باشید. امام علی علیه السلام فرمودن پوشاندن و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست. این برنامه به پایان رسید، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه سوغات کربلای دیگه هم، یا علی. Allah